خوب باشه. من مریمم و برگشتم به یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو میخوام که درباره این صحبت کنم که من چجوری مستقل شدم. اینو بهتون بگم، پیش زمینه داشته باشین، اینکه من از 16 17 سالگی تقریبا شروع به سفرهای تنهایی کردم و توی 23 سالگی اینا اگه اشتباه نگم 23 4 سالگی دیگه مستقل شدم تا زمانی که ازدواج کردم و الان یه 2 سالی هستش که ازدواج کردم. خب حالا اینا رو داشته باشین تو پیش زمینه ذهنتون. قبلش اینجوری بودم که خب چرا من اصلا باید بیام تعریف کنم که چجوری مستقل شدم. بعدش یه باکس گذاشته بودم توی اینستاگرامم چند وقتی پیش و به اینجا ختم شد که من گفتم من مستقل زندگی میکنم، سالهای زیادی رو مستقل زندگی میکنم. مستقل زندگی کردم به چه معنا؟ به این معنا که من تنهایی زندگی میکردم و هزینه های خودم با خودم بود. بعد به این معنا و اینکه خب این یک کم من فکر میکنم برای بچه های هنر که همه میگن که کار برای هنر نیست، نمیدونم بری وارد هنر بشی بیکار میشی و اینجور چیزها، که ببینین مثلا یه بچه توی اوج جوونیش اومده، چجوری از خودم تعریف میکنم وای خدا، یه بچه تو اوج جوونیش اومده مثلا از طریق هنر مستقل شده، شاید براتون جذاب باشه یا حداقل کمک کننده این باشه که اگر هنر خوندین، هر کدوم از گرایش ها هنر خوندین و میخواین مستقل بشین، من چه راهی رو رفتم شما ببینین که به دردتون میخوره یا نه. قبلش مثلا اینجوری بودم که خب بگم که چی بشه، بعد ولی بعدش گفتم نه بذار بگم، به خاطر اینکه من احساس میکنم که خیلی بچه های هنر مورد ظلم قرار گرفتم و مثلا همه بهشون میگن که خب نه هنر اصلا رشته ای نیستش که به نتیجه برسه. بعد فکر کنیم مثلا حالا یک نفر بیاد از طریق هنر مستقل هم بشه، خب یکم مثلا عجیب غریب بود برای همه و گفتم پس بذار بیام بگم. خب بچه ها، من از 16 17 سالگی کار میکردم، به این معنا نه که مثلا میگم من کار سخت انجام میدادم و این، من شانسی که داشتم این بود که خب سالهای زیادی کنار بابام طراحی کردم، بابای من طراحی انجام میداد و خب این شانس رو داشتم که کنار پدرم طراحی کنم، برای همینم خیلی دستم نسبت دست طراحیم نسبت به همسنهای خودم جلوتر بود، به خاطر اینکه خب خیلی سالهای زودی شروع کردم. مثلا من از 3-4 سالگی یادمه که ما نقاشی رو شروع کردیم، توی 6-7 سالگی من کارکتر خلق می کردم، نه به این معنا که بگم مثلا حالا مثل بقیه بچه ها نمیدونم عکس سوباسار می زاشتیم از روش می کشیدیم، نه من کاملا ذهنی خلق می کردم و خب اینم همش به خاطر همون مثلا تمرینا با بابا بود که مثلا ما تونستیم و تاثیر ما بابا بود که مثلا ما تونستیم توی 6 7 سالگی من تاثیرسازی انجام میدادم و توی 9 سالگی یادم توی 8 سالگی 9 سالگی یادم به خاطر بابا و مامانم یه کلاس طراحی مینیاتور ما رفتیم و به خاطر بابام توی 9 سالگی تابلوی مینیاتور میکشیدم چون بابام مینیاتور دوست داشت. به خاطر همین باعث شد که مثلا من دستم نسبت به همسنهای خودم خیلی جلوتر باشه از لحاظ طراحی یا مثلا از لحاظ اینکه مثلا خلاقیت ذهنی چیزی داشته باشم، خیلی جلوتر بودم. اومدیم توی سن 16 سالگی توی هنرستان که اومدم، یه سری از دبیرامون به مامانم گفتن که مثلا این خب بچه‌تون واقعا استعداد داره، بیاین نمیدونم توی فلان نمایشگاه توی فلان فراخوان شرکت کن و اینها، و خب مثلا من از همون موقع دیگه هی مسابقات رو شرکت میگردم. یادم یه مسابقه بچه شرکت کردم خیلی خنده دار بود، یه مسابقه شرکت کردم و من توی اون مسابقه مثلا اینجوری بود که استانی بود و تو بعد مثلا چند تا آپشن داشت، یادم یکی تایپوگرافی بود، یکی کاریکاتور بود، یکی تصویرسازی بود، یکی طراحی بود. بعد من یادمه که توی اون مسابقه مثلا باید یکی رو ثبت نام می‌کردی، من به خاطر اینکه بچه‌ها سال‌های زیادم دارم کار می‌کنم و زودم شروع کردم، دست طراحیم تنده و خیلی سریع همه چیز رو اجرا می‌کنم و می‌کشم.
توی بحث آموزش هم همین جوری هم. یعنی مثلا خیلی سریع میخوام همه چیز رو آموزش بدم. واسه همین مثلا اومدم و من تو اون مسابقه یادم که 4 تا قسمت رو شرکت کردم و توی 3 تاش مقام آوردم. اینجوری بودم که مثلا میرفتم پای طراحیه، طراحیه رو تحویل دادم، میومدم تو اتاق دیگه پای کاریکاتور نشستم، کاریکاتور رو تحویل دادم، نشستم پای تصویرسازی، تصویرسازی رو چیز کردم و حتی یادم مثلا به 2 تا از دوستام اونجا کمک کردم. خلاصه که خیلی خنده‌دار بود اون مسابقه که من شرکت کرده بودم و اینجور چیزها. و از اونجا به بعد دیگه مثلا دبیرامون هی به مامانم میگفتن که مثلا این استعداد داره و فلان و این جدی بگیر. بعدش گذشت، بعد اومد جلوتر و مامان من خب مثلا متوجه شده بود که اینجوریم، به خاطر همین هیچ مخالفتی از این بابت نمی کردن که من میخواستم. من اولین سفرم که شروع کردم یادم به خاطر 17 سالم بود، 17 18 سالم بود، به خاطر یه نمایشگاه یه حالت فراخوان مانند بود، توی یه شهر دیگه بود و یکی از شهر جنوبی بود، یادم نمیاد دقیقا کدوم شهر. از اونجا من شروع کردم و اومدم استارت زدم و اینها. و نه راستی اون شهر جنوبی بچه برای سفر نمایشگاه نبود، یه سفر قبل از این نمایشگاه هم رفتم تنهایی و بعدش برای اون فراخوان رفتم شرکت کردم. بعدش یادمه که برای اون نمایشگاه که میخواستم برم دیگه مثلا مامان بابا مخالفت نمی کردن، چون خانواده من اینجوری بودن که خب ما که الان هوات رو داریم و تو که داری کنار ما زندگی میکنی، مثل تمام خانواده ایرانی دیگه، ما که الان هوات رو داریم کنار ما داری زندگی میکنی، چرا باید مستقل بشی، چرا باید تنها زندگی کنی، نمیدونم تو خونه ما اصلا هر کار دوست داری هر جا دوست داری برو، نمیدونم ولی همین که مثلا تو خونه باشی ما ببینیم جلوی چشم ما هستی. این تمام خانواده های ایرانی متاسفانه، بیشتر خانواده ایرانی، حالا همه هم نه، این حالتی بودن و خیلی رغبتی به این که مثلا من مستقل بشم نداشتن. ولی خب مثلا من برای هر سفر کاری که میخواستم برم، هر سفر برای نمایشگاه و فراخوانی میخواستم برم، هم هیچ محدودیتی برام نمیذاشت، یعنی کاملا آزاد بودم و میرفتم برای پروژه های کاریم یک سر تهران میرفتم، چون ما اون موقع ساکن مشهد بودیم، یه سر برای پروژه های کاریم تهران میرفتم و برمیگشتم اونجور چیزا. مثلا میرفتم 3-4 روز میموندم، 4-5 روز میموندم، دوباره برمیگشتم. سفرهای کاریم و پروژه هام اینا رو بچه همه رو خودم هزینه هاش رو میدادم و میرفتم، به خاطر اینکه خیلی دلم میخواست همش مستقل بشم زودتر و خیلی دوست داشتم استقلالم رو پیدا کنم. بعد خلاصه اینجوری بهتون بگم که من کار میکردم، از 16-17 سالگی پروژه های مختلف میگرفتم که توی ویدیو کامل توضیح دادم که پروژه ها رو چجوری میگرفتم و اینها، پروژه های مختلف میگرفتم و بعدش دیگه میومدم و اون حالا هزینه‌ای که بر از پروژه ها میگرفتم رو یک بخشش رو ابزار کار میخریدم و یک بخشش رو میومدم و همین بودجه سفرامو چیز میکردم، کنار میذاشتم. اینم بهتون بگم بچه، من به شدت آدم بلند پروازیم، یعنی اصلا اینجوری نبود که بگم حالا میرم توی فلان شهر حالا یک هاستل میگیرم یا یک مسافرخونه میگیرم. همیشه دلم میخواست که بهترین جا باشم، بهترین جاها زندگی کنم. اگر قرار مثلا یادم میاد که مثلا میرفتم تهران، میرفتم، حالا نمیگم اینجا بهترین جا بود، ولی خب یکی از آپشن هایی که میرفتم و دوست داشتم مثلا تجربه کنم ببینم و اینها، با اینکه همه های من تهران، ساکن تهران بودن اینها و میتونستم برم پیش اونها و هزاران کار دیگه بکنم، یا عالم دوست داشتم اونجا که میتونستم برم پیششون، ولی میرفتم مثلا هتل استقلال برای خودم مثلا 5 روز 6 روز رزرو میکردم که مثلا میخوام یه پروژه کاری انجام بدم. خیلی خوشگذرون طوری بودم از این بابت. از این بابت هم نمیتونم بگم خوشگذرون بودم، پولی که در می آوردم از پروژه هام رو واقعا لذت میبردم و تجربه میکردم، تجربه خیلی مهم بود. خلاصه که اومد تا 23-24 سالگی به این صورت، من خیلی از شهرها رو رفته بودم، خیلی از
بیشتر شهرها رو میتونم بگم رفتم دیگه، برای پروژه های کاری و برای نمایشگاه و سفر و اینها، و اومد رسید به 23 4 سالگی که من دلم خواست که دیگه کم کم راهم رو جدا کنم. همون موقعی بود که من همون تایمی بود که من میخواستم برای آلمان اقدام کنم و همش میگفتم من خودم باید تمام بودجه سفرم که میخوام برم رو خودم باید بدم، پرداخت کنم و اصلا دلم نمیخواد روی خانوادم فشاری بیارم یا از خانوادم بگیرم. خیلی خب دیگه مثلا ببینید، من چون از 17 سالگیم مستقل شده بودم تقریبا و بیشتر هزینه های خودم رو خودم میدادم، برای همینم دیگه اینجوری بودم که انگار یه حالت غرور داشت که بسن به هم حالا برای یه تصمیم بزرگم از خانوادم کمک بگیرم. خلاصه که اینجوری، و بعد افتادم رو دار زبان خوندن و اقدام کردن و اینجور چیزها که حالا رسید به پذیرش کاری و که من به یه نتیجه رسیدم که نرم توی اون باز زمانی و منصرف شدم از رفتنم. چیکار کردم من توی اون بازه زمانی؟ به خاطر که بتونم بهتر بخونم و تمرکز داشته باشم روی کارم، بلند شدم رفتم تهران برای پروژه کاری و اونجا گفتم که خب من دیگه دلم نمیخواد برگردم مشهد و دلم میخواد مستقل زندگی کنم. از اینجا که دارم مستقل زندگی میکنم، یا میرم آلمان یا هم که بر نمیگردم مشهد، همینجا مستقل زندگی میکنم. و اومدم یه خونه مبله، اولین خونم یه خونه مبله توی سید خندان اجاره کردم و از اونجا استارت خورد دیگه که من مستقل شدم و خونه عوض کردن های من خیلی ماجراهای باحالی داره که کاش اون زمان من همه اینها رو فیلم میگرفتم. و اشتباهی که کردم این بود که احساس میکردم خب هیچ وقت برای هیچ کس مفید نخواهد بود و هیچ وقت فیلم نگرفتم. از خونه سید خندان شروع کردم و اومدم جلوتر. خونه سید خندان یادم بار اول که اجارش کردم، چند روزه اجاره کردم، یه هفته ای، بعد از یک هفته یک ماه تمدیدش کردم، بعد از یک ماه شد 2 ماه تمدید. و اینم بهتون بگم بچه ها که مثلا من توی اون بازه زمانی که خونه سید خندان داشتم اجاره میکردم و اجارش رو پرداخت میکردم، خب به خاطر اینکه یه خونه مبله بود، مبلغ پرداختی که من برای اجارش میدادم مبلغ بالایی بود و من به خاطر اینکه مثلا از خانوادم کمک نگیرم و مستقل باشم، اومدم و خیلی پروژه گرفتم و خیلی کار میکردم. یعنی اینجوری بهتون بگم که یک روزهایی بود که من اصلا نمیخوابیدم، یعنی 2 روز 3 روز پشت سر هم من حتی 1 ساعت نخوابیده بودم و نانستاب کار میکردم به خاطر اینکه قراردادهای سنگین میبستم که آخر ماه که موقع تمدید خونه میرسه من مجبور نشم به خانوادم رو بزنم یا به کسی دیگه رو بزنم. به خاطر همین خیلی شرایط عجیب غریب و سختی بود. در این حال که خیلی شرایط سختی بود، شرایط لذت بخشی هم بود، به خاطر اینکه من داشتم مستقل شدن رو رسما تجربه می‌کردم و خیلی سخت بود. بالا پایینای مختلفی داشت، خیلی بالا پایین داشت. مثلا این جریان این که مثلا من اومدم اول خونه سید خندان رو گرفتم، پروژه های خیلی سنگین می‌گرفتم، یعنی من روزها نمی‌خوابیدم برای اینکه بتونم سیو کنم که بتونم مستقل بمونم. بعد از اینکه خب مثلا من خونه سید خندانی گرفته بودم، اومدم یه دفتری رو، یه اتاق از یک دفتری رو اجاره کردم توی همون سهروردی و ضربه هایی که اونجا خوردم متاسفانه خیلی غم انگیز بود، ولی اصلا دوست ندارم بگم، ولی خب ضربه های بدی بود، ولی خب تجربه بود. باز اون من یه مبلغ زیادی رو از دست دادم، مبلغ زیادی که سیف کردم رو از دست دادم و دوباره مثلا خونم رو عوض کردم و خونه دومی که یادم من اجاره کرده بودم بچه قدیمی بود، یعنی بافت قدیمی داشت که یادم روز اولی که من کلید کوله رو زدم، از توی این پرهای کوله یه عالم
سوسکای بزرگ پرت شد بیرون به خاطر اینکه خونه خیلی قدیمی بود و خب اون حالا صابخونهش هم اصلا به اون خونه اهمیتی نداده بود و خلاصه خیلی جریان داشتم. یادم به خاطر اینکه انقدر اون خونه سوسک داشت که من فکر کنم قبل یک ماه، یعنی یک ماه هم من اونجا زندگی نکردم، قبل یک ماه جام رو عوض کردم از استرسی که من میکشیدم به خاطر سوسکا و نمیتونستم بخوابم. یادم یه شب ساعت 12 شب بود، خیلی ریلکس دیگه، مثلا کار سنگین داشتم، کارم دیگه تموم کردم، گفتم برو برم استراحت کنم تو اتاق، تخت خودم پرت کرده بودم. بعد یه دفعه یه صدای ویس ویس اینجوری از تو کمد میاد، بعد فهمیدم سوسکه. منم از سوسک به شدت میترسم، به خصوص سوسکای تهران که هر کدوم اینقدر فکر کنم. بعد خلاصه که یادم ساعت 12 شب زنگ زدم به دوستم، دوستم از غرب بلند شد اومد شرق که برای من 2 تا سوسک از کمد بکشه. خیلی چیزای عجیب غریبی رو من تجربه کردم، ولی همه خیلی حس خوبی داد. بعد که خونه رو دوباره عوض کردم، دوباره از استرسش و اینا دوباره افتادم دنبال خونه گشتن و اینها و اومدم خونه سهروردی رو گرفتم و خیلی تجربه خوبی بود، خیلی تجربه خوبی بود، چون من اولین باری که دیگه خونه مستقلی خودم رو گرفتم و خونه ها مبله نبودن، یادم که خودم شروع کردم به وسیله خریدن برای خونه ها و خیلی حس خوبی داشت، خیلی حس خوبی داشت. تمام یادم من طی این روندم، آهان اینم ببین بگم، من طی این روندم بچه چندین بار صفر شدم، یعنی از لحاظ مالی صفر مطلق شده بودم، صفر صفر صفر، ولی خیلی باحال بود به خاطر اینکه دوباره یعنی من اکتیو تر می شدم. هر بار که من به صفر می رسیدم اکتیو تر می شدم، فعال تر می شدم برای اینکه بیشتر کار کنم. و شاید مثلا اینکه من یه روزهایی رو نمی خوابیدم و کار می کردم سر همین بود که دوست داشتم بیشتر به دست بیارم و بیشتر برای خودم تلاش کنم. و من واقعا اون سالها داشتم برای خودم تلاش میکردم، خیلی تلاش کردم واقعا برای خودم. و الان که دارم فکر میکنم و میگم برگرده عقب، میگم اوه من چه کارهایی کردم، کی حالش داشت اون کارها رو انجام بده. یعنی شما فکر کنید مثلا 3 بار 4 بار تو یک سال چیز بشین، برای اولین بار توی زندگیتون وقتی دارید خونه ای رو میگیرین، یک بار تو یک سال 3 4 بار بیاین جا به جا بشین، هی وسایلتون بزنین زیر بغلتون برین یه خونه دیگه. من دقیقا حالت هم این بود. خلاصه که بعد منم ساکن سهروردی شدم و تجربه های باحالی بود. بعد از اون من دلم میخواستش که خب من به خاطر کارم، آهان اومدم یه کاریم که انجام دادم این بود که اومدم گفتم من خودم شرایطی رو نداشتم که تصویرسازی و ورکشاپ و نمایشگاه تو شهر خودم مثلا نمایشگاه های خوب یا فراخوان های خوب برم، ولی میام یه کاری میکنم، میام و این فراخوان ها و نمایشگاه ها و ورکشاپ ها رو توی کشور راه میندازم. و من اومدم خودم یه سری قلم نوری اینها تهیه کردم و بلند میشدم میرفتم شهرهای مختلف ورکشاپ میذاشتم. یعنی هر بار خودم هتل رزرو میکردم، بلیت میگرفتم با اون جایی که باید، حالا مثلا اون مکانی که میخواستم برای ورکشاپ، صحبت میکردم، همه اینها رو انجام میدادم، ثبت نام ورکشاپ هم انجام میدادم و میرفتم شهر دیگه یه 3 4 روزی ورکشاپ هم و یا اون نمایشگاه هم رو میذاشم و دوباره برمیگشتم تهران. این کار خیلی انجام دادم، تو شهرهای مختلفی هم این کار انجام دادم، اصفهان، شیراز، مشهد، تهران، تو خیلی شهر رو انجام دادم. ولی بعدش اومدم به این نقطه رسیدم که دلم میخواست به جز تهران یک جای دیگه هم زندگی کنم و بلند شدم اومدم اصفهان و قرارداد اولین خونم رو توی اصفهان هم بستم. اولین خونم رو توی اولین کوچه سنگ تراش های خیابون توی اصفهان، اولین کوچه خیابون سنگ تراش ها گرفته بودم و اومدم قرارداد خونه اصفهان رو هم بستم. اینجوری بودم که بعد توی اون زمان داشتم ببینم بگم خب مریم، یعنی تمام وسایلی که برای خونه تهران گرفتی باز دوباره برای اصفهان باید بگیری؟ بکنم خب اشکال نداره، من دلم میخواد اینجوری زندگی کنم و این سبک زندگی رو انتخاب کردم، پس بذار این کار انجام بدم. خلاصه که من هم تهران زندگی میکردم هم اصفهان، یعنی مثلا یه ماه میرفتم اصفهان زندگی میکردم، بعد
یا مثلا 2 ماه اصفهان بودم و دوباره برمیگشتم 1 ماه 2 ماه تهران بودم. دوباره مثلا یادمه که یه تایم طولانی رو این کار انجام دادم و خونه اصفهان باز دوباره به مشکل خورد، به خاطر اینکه من یه همسایه ای داشتم که خیلی اذیتم هم میکرد توی اصفهان، و به خاطر اینکه من فکر کنم این آقاه خرید فروش حیوانات داشت. بعد یعنی وقتی وارد آپارتمان می شدی فکر می کردی مثلا وارد یه باغ وحش شدی، انقدر عجیب غریب بود. اولش هم رفت بودم اون خونه رو قرار داد بس بودم، اینجوری نبود. بعدش این مستجر اومد و اینجوری شد. بعدش یعنی قشنگ فکر می کردم وارد باغ وحش شدی. به مثلا نه حیوانایی که مثلا تو بگی او گوگولی مثلا اون دوره چقدر بانمک، حیوانایی که همه میدونن سمت تو. یعنی من یادمه که من خب کلاس حضوری داشتم توی خونم، بچه هام وقتی میخواستم بیان یا مثلا دوستان میومدن به من سر بزنن تا سر کوچه میدیدم مثلا تو آیفون میدیدم دارن میدوئن، به خاطر اینکه مثلا این حیوونا دنبال اینا میذاشتن. بعد به خاطر همین باز دوباره اینم هنوز به 1 سال نشده دیدم خیلی دارم اذیت میشم، افتادم دنبال خونه جدید. یادم میگه خیلی داشتم اونجا اذیت میشدم به خاطر این شرایط و واقعا ناراضی بودم، خیلی داشتم افسرده میشدم و اومدم با هنرجوهام، یادم هنرجوهام که شده بودن دوستای صمیمیم، اومدم و خونه دومم رو، خونه اول رو تحویل دادم و خونه دومو گرفتم. خونه دومو گرفتم و توی خونه دوم ساکن شدم، خیلی هم دوستش داشتم، خیلی خیلی خونه دومو دوست داشتم، خیلی خاطره ها و تجربه های باحالی توش داشتم. یادم که مثلا همچنان میرفتم تهران، میومدم اصفهان، تو دانشگاه های مختلف، شهرهای مختلف تدریس میکردم. بچه ها یادم مثلا من برای دانشگاه تهران که مثلا دانشگاه سوره که تدریس میکردم، یادم مثلا میومدم تهران و باز دوباره مثلا برمیگشتم اصفهان. بعد تو همین حین خب خانواده من مشهدم زدیم میگم، بعد فکر مثلا تو همین حین مشهدم میرفتم به خانواده‌ام سر میزدم. کلن که خیلی دوست داشتم، یعنی مثلا تا وقتی که بچه ها من خب ازدواج کردم دیگه، وقتی که ازدواج کردم خب همسرم ساکن اصفهان بود و خب من دیگه خودم ساکن اصفهان فعلا موندم و مثلا بازم همچنان میرم تهران، مشهد، اصفهان، ولی الان دیگه تنهایی نمیرم، الان دیگه با همسرم میرم. ولی خلاصه که خیلی اگه بخوام مثلا جزئی تر بهتون میگم، خیلی اتفاقهای عجیب تری ما بین این اتفاقها افتاده که به نظر من خیلی فراز و نشیب زیادی داشت. ولی بخوام کلیتش رو بگم، قسمت مستقل شدن زندگی من به این شکله، اینکه من دلم میخواست همیشه رو پای خودم باشم. خانواده من خانواده نبودن که بگم از لحاظ مالی مشکل دارم و من باید مستقل بشم و اینها، ولی اون حتما نباید بچه اینجوری باشه. این حس استقلالی که به شما دست میده روی اعتماد به نفس شما، روی کار شما، روی تلاش شما، روی همه چیزتون تأثیر خواهد گذاشت. و واقعا من بهتون پیشنهاد میدم اگر که میتونین این سختی رو به جون بخرین، این سختی رو به جون بخرین و مستقل زندگی کنین، به خاطر اینکه توی مستقل زندگی کردن تازه دنیا رو و آدم ها رو همه چیز رو بهتر میشناسین.